موقفگیری سریع روسیه در حمایت از طالبان. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در دفاع از طالبان گفته است که طالبان موقفشان را تغییر دادند. آنان جهاد جهانی نمی کنند، اما برای رهایی کشورشان از چنگال اشغالگران و ایجاد حکومت مستقل مبارزه می کنند. طالبان با داعش می جنگند زیرا با آنها با ایدئولوژی آنها مشکل دارد. آقای کابلوف تأکید کرده است که طالبان بر ضد کسانی می جنگند که در برابرشان ما در سوریه می جنگیم. علت اصلی نزدیکی روسیه را با طالبان هم همین مسئله اشاره کرده. اما در جنگ افغانستان این موضع‌گیری روسیه به چی معناست؟ سلام به برنامه خط کابل، خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان ما آقایان خلیل الرحمن سروری، استاد پوهنتون، آقای نظر محمد مطمئن، آگاه امور سیاسی. بسیار خوش آمدید مهمان هستید. آقای مطمئن، این موضع‌گیری سری روسیه در حمایت از طالبان زمانی که میگه که طالبان در برابر در افغانستان در برابر اشغالگران میجنگه و به خاطر ایجاد یک حکومت مستقل مبارزه میکنه، با فکر میکنه به چی معناست؟ این همه شعار جهاد طالبان و ده ها مورد دیگر چی شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی دمیز گردونوالا و لیدونکو تا سلامونه. لوی قدرتونه چی دی دا که امریکا دا که روسیه دا یا برطانیا دا اغوی کلا په ځینو مواردو که دا سرګندونه کوي چې هغه ډیر واضح وي، ښکاره وي. زه فکر کوم په دغه مقتدی وخت کې د روسانو اوسنۍ سرګندونه چې هلته د امریکا انتخابات کیږي، هلته د روسیې موضوع ده، او په افغانستان کې د نظام دغه اوسنی حالات دا څه دی چې روسیان به دې ته مجبوره سوي او روسیان به دې نتیجې ته رسېدلي وي چې په افغانستان کې د امریکا لاسوهنه او د لویدیځ لاسوهنه او دلته د دغسې نظامونو لپاره زمینه مساعدول چې هغه منځنۍ اسیا ته خطر وي او په راتلونکي کې نورې وسلوالې ډلې پیدا کیږي. دا نه د منځنۍ اسیا په ګټه ده، نه د روسیې او نه د افغانستان، ولې روابط فرق لري. زه فکر کوم چې کلم روسانو داسې نه دي ویلي چې زموږ مرستې له طالبانو سره یا طالبان زموږ غوښتنې منلې دي. هغوی وایي چې په ځینو مواردو کې مشترکات لرو او دا مشترکات د سیمې مشترکات. این اظهارات روسا خیلی وضاحت داره در بخش حمایت روسا از طالبان، در حالی که دایی مبارزه طالب هم بر علیه آمریکا بود، یعنی جهاد بر علیه آمریکا. پس کسب حمایت روسیه به چی ماناست؟ کشوری که افغانستان برخورد های خصومت های خیلی دیری نداره، ملت افغانستان سالها جهاد کرده در برابرش. گوری رازی چه لبلی زاویه نم دیتو گورو افغانان و لانگریزان و سرم جهاد کرده او آقای تی غازیان ویلو. خود ام دغا زنوائم مسئله تیم پریش دی چه خلق ورد متوجه سی ام دغا برطانویان ام دغا جهادی رهبرانو راوستل په کابل کې او ورسره مشترک نظام جوړ کړي. همدغه امریکایان همدې کرزی صاحب او جهادي رهبرانو راوستل، مشترک نظام ورسره جوړ کړي او د ناټو پوځونه یې راوستلو. که موږ وایو چې روسان او حال دا چې طالبانو هم نه دي ویلي چې موږ له روسانو نه مرسته غواړو، خو بلخوا افغان حکومت واضح وایي چې امریکایانو زموږ سره مرسته وکړي، که مرسته ونه کړي طالبان موږ وژني. هند از موږ سره مرسته وکړي، چورلکې راکړي. دغه اړخ یې وسنجوئ چې دغه د دوی غوښتنې دا په څه معنا دی؟ د دغه دپاره ولې دغه رسنۍ، ولې دا خلک یوازې جواب نه وایي هغه چې موږ وایو؟ نو زه وایم چې اوس هم دغسې غوښتنه یو طرف کوي او هغه عملا د یو چا لاسنیوی غواړي، ولې بل طرف روسیه چې یو لوړ قدرت ده، یو قوي قدرت ده، هغوی هڅه کوي چې طالبانو سره روابط سم کړي. او طالبان هغه طالبان دي چې د خپل نظام په وخت کې هم کوشش وکړو چې له روسانو سره ښه روابط ولري، په هغه وخت کې کوشش وکړو چې له امریکانو سره ښه روابط ولري، هغه وخت کې هڅه کوله چې له هند سره ښه روابط ولري. اما بحث دایی طالبان مبارزه اسلامی است، زمانی که خب فاصله خیلی کم نمیگذاره، زمانی که طالبان میگه که ما در افغانستان بر علیه آمریکایی ها جهاد میکنیم و از سوی دیگر میگه حمایت روسیه را کسب میکنه، اینجا فکر نمیکنید که اینجا بحث منفعت شد؟ بحث نه دایی اسلامی. گوری جهاد په وخت کې موږ تاسې ټول شاهدان یو چې له روسانو سره جګړه سوه، اول دواره په تش لس افغانانو شروع کړله، خو چې نړیوال امریکا په شمول وپوهېدلو چې افغانان روسانو ته شکست ورکولی سي، هغوی د مجاهدینو سره په بېلابېلو طریقو باندې مرستې وکړلې او دې مجاهدینو ته همدغه علماو فتوا ورکړې وله. اوس که چېرته روسان
لطالب سره مرسته کوي یا همکاري یا فقط روابط وي او دلته ناراضي خپل پوزیان نه را لګي نو راضي مقایسه کول تر جهاد سره په هغه وخت کې ولیدل خلکو ته راوولې ولی هم دغه زموږ رهبرانو دغه مرسته غوښتلې او د روسیې په مقابل کې زومه چې امریکا د طالب د ایران او د چین او د روسیې ګډ دښمن ده د دې ګډ دښمن د فاره روسیه ضرورت لري چې طالب سره مرسته وکړي طالب یې نه ورته لري طالب 15 کاله ورسره وجنګېدی روسان ورسره مرسته نه ده کړې ایران به ورسره مرسته نه کړې. اما فکر نمیکنید که آقای مطمئن معادله تغییر کرده زمانی که آمریکایی ها رو گردون شد از طالبا یعنی حمایت بیشتر برگردوند به داعش طالب به حامی ماند و رفت به روسیه پیوست؟ اوس دا چې که موږ په دې یقین ولرو یا وایي چې امریکایانو له طالبانو سره مرسته کوله نو بیا دا حکومت لیونیان دي چې طالبانو سره جګړه کوي دا پوځیان ولې پی باندې وژني دا پولیس ولې پی باندې وژني ورته ودی وایي چې تاسې ولې خو دا هغه څه دی چې تخیل ده او تر اوسه هم ثبوت نشته. خب حکومت آقای کرزی در اواخر حکومت خود به وضاحت مسائل مطرح کرد. کرزی په وضاحت باندې وایي چې طالبان د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. کرزی په وضاحت باندې وایي چې طالبان افغانان دي. کرزی په وضاحت باندې وایي چې بې طالب حکومت نشي کولای. اما کرزی په وضاحت وایي چې امریکایانو دلته اشغال کړی د وسنی موقع. آقای کرزی به وضاحت هم گفت که کلید صلح افغانستان یعنی مصالحه با طالبان به دست امریکا و پاکستان است. سمه ترسو چې امریکایان ونه منی چې له افغانستان څخه خپل پوځونه ونه باسي یا تقسیم اوقات ورته ونه کوي دا سوله نشي راتللی زه وایم چې په 1988 کې چې په جنیوا کې د مجاهدینو او د ډاکټر نجیب د حکومت او د روسانو ترمنځ ناستې وسولې مجاهدینو ته پکې ګډون ورنه کړل سو هغوی د سولې لپاره رول اوس روسیه هم دغه رول لوبولی سي چې دغسې یو سولې ته لاره هواروي کې چې د یو مهدې له مخې له امریکایي پوځونه له افغانستان څخه وځي او دا زموږ په ګټه ده د ولس په ګټه ده. تشکر آقای سروری. حمایت روسیه از طالبا در گذشته با این وضاحت مطرح نبود اما اکنون روسان به وضاحت میگه که هدف روسیه و طالب در افغانستان یک چیز است در افغانستان و جهان با چی معناست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما میهمان محترم و بینندگان و همکاران عزیز برنامه، من به این باور هستم که اوضاع پیش آمده در منطقه زمینه را بر یک جنگ سرد فراهم ساخته و تردیدی وجود نداره که روس‌ها پس از سال 2005 به شکل استخباراتی با طالبان رابطه داشتند و به نحوی از آنها از کمک‌های روسیه اینا مستفید می‌شدند و پس از سال 2009 عملاً این تماس‌ها با وساطت و میانجیگری برخی از افرادی در پاکستان و تعدادی هم از طریق ایران این رابطه تأمین شده و زمانی روس‌ها بسیار به سرعت عمل کردن احساس کردن که مخصوصا پس از شکلگیری داعش و عمق استراتژی ایالات متحده آمریکا در منطقه و حضور طولانی مدتی ناتو آمریکایی‌ها روس‌ها را یک مقدار پریشان و نگران ساخت و اینا تلاش کردند که به نحوی از آنها با گروه های دهشت افغان و گروه های مخالفینی که علیه منافع ایالات متحده آمریکا و ناتو در منطقه می جنگه اینا باید رابطه داشته باشند و از جانب دیگر روس ها احساس می کردن که بحث اینا امنی های بسیار جدی در شمال و مسئله بدخشان و انتقال دادن تعدادی از افراد مسلح به تاجیکستان و ازبکستان و اینجا احتمالاً اینا پروژه هاییست که میخواهن منافع روسیه را در منطقه تهدید بکنند. به این اساس اینا تلاش کردند که به نفعی بعد با طالبان رابطه خود داشته باشند. آنچه که حکومت روسا به عنوان توجیه حمایت از طالب میگه که بحث رویاروی طالب با گروه داعش فکر میگه تنها این مسئله است؟ یک نقطه بحثی که در این روزا روسا به جدیتر موضوع را خواستن مطرح کنند اویست که میخواهن یک مقدار جدیت امریکا را در روسیه باید بکاهند. چرا جدیت امریکا را در سوریه باید یک مقدار بکاهند؟ به او دلیل اینا میخوان که چرا فعلا حضور روس‌ها در سوریه به شدت زیر فشار مجامع بین‌المللی قرار گرفته و اینا میخوان یک مقدار فضا را بزرگتر نشان بدن. اما من به باور هستم که
شما بخواین نخواین یا بپذیرین نپذیرین، جنگ افغانستان یک جنگ بین افغان ها نیست و یک جنگی است که قدرت های بزرگ ایرا در جغرافیا افغانستان شعله‌ور ساختن و طبیعتاً قدرت های بزرگ منطقوی و فرامنطقوی در جنگ افغانستان دخیل است. من باورم به است که هیچ نوع منافع مشترکی روس ها با طالبان نداره. شما میدانین که بیشترین کسانی که میگن که منافع مشترک، من میخوام امیر اشاره کنم، ما شما در جریان هستین که بیشترین کسانی که در جبهه جنگ در داخل افغانستان میجنگن ازبک ها، تاجیک ها، چچنیا و چینایی هاست و اینا کسانی هستند که زمانی که از جغرافی های خودشان طرد شدن و آمدن به افغانستان و امروز در افغانستان یا می جنگن یا اینجا برای زنده ماندنشان زندگی می کنن و اینا هیچگاه به هیچ صورت منافع مشترک با روسیه ندارن و ما باورم به ایست که برای یک ثانیه فرصت فراهم شود اینا بر کشور خود بر می گردن و نسبت بر هر کسی دیگری منافع روس در منطقه تهدید می کنن و با توجه بر رقابت پیش آمده در جغرافیا و در منطقه روس ها می خواهند به نحوی اذهان‌سازی کنند و اگر بتوانند از طالبان علیه منافع ایالات متحده آمریکا استفاده بکنند. فراموش نکنیم که موضع‌گیری مجدد روس ها در حمایت از طالبان طبیعتاً هم برای روس ها قیمت گزافی داره و هم برای طالبان سنگین تمام میشه. یعنی حمایت روسیه از طالبان و حمایت به این پیمانه روشن، فکر میکنید که چی تاثیر روی جبهه جنگ در افغانستان خواهد داشت؟ طالبان بیشتر قوت خواهد گرفت در جبهه جنگ؟ من فکر نمیکنم. یک نقطه دیگر را میخواستم اشاره بکنم، موی بود که بنی مالی طالبان سخت صدمه دیده و مرکز فرماندهی طالبان امو تاثیرگذاری خود بر بالای گروه‌های طالب از دست داده و پاکستان توانایی حمایت جدی از طالبان را نه از لحاظ تجهیز، نه از لحاظ مداوا و تداوی و نه هم از لحاظ جغرافیایی که اینا را اونجا نگه بداره و زیر فشار مجاهدین بین‌المللی قرار داره و پاکستان هم تلاش میکنه که بعد آدرس طالبان را یک مقدار در منطقه گسترده‌تر بسازه و ما به این باور هستیم که به نحوی در تأمین رابطه پاکستانی‌ها نقش دارند. اما طبیعتاً نباید فراموش کرد که اوضاع پیش آمده به سود طالبان نیست و احتمالاً موضع‌گیری ناتو را در قبال طالبان در منطقه جدی‌تر خواهد ساخت و همانطور روسیه منافع مشترک نداره بلکه بیشتر در فکر فضاسازی در منطقه است تا بتواند یک مقدار از فشار موجوده در سوریه بر بالای نیروهای خودشان و نیروهای حامی بشار اسد بکاهد. خواهی مطمئن، شما باورمند بر این هستین که حمایت روسیه، حمایت روشن روسیه بر چگونگی تنظیم نیروهای طالب تاثیرات مثبت داشته باشه؟ ز فکر کنم چه دروسی دغه روشن دریز هم طالبان او ته سیاسی ګټه لري او هم روسان او ته سیاسی ګټه لري او طالبان هم تر اوسه د دغه دریز تردید نه ده کړی. ګټه دا ده چې روسان به امریکایان چې اوس یو نوی اداره په راځي هغه دې ته وهڅوي چې د افغانستان موضوع کې یو طرفه دغه مسله نور حل سي او دلته خپل نظامي شتون ته په ډیر ټینګار باندې ونه ګوري او طالبانو ته به ګټه دغه وي چې امریکا او ناتو بالاخره هغوی بوایي چې دومره وختونه تیر کړلو بیا هم که چیرته دی نور په خپل شتون باندې اصرار کوي کیدای سي یو وخت روسان حوازید توغندې د تیارې ضد توغندې هم دې طالبانو ته ورکړي. طالبان خو اوس په جګړه کې یوازې همدغه ستونزه لري که دوی چورلکې ویشتلی سي، که دوی تیارې ویشتلی سي چې وایي وم ویشتلی اف 16 اف 14 په پکتیا کې، نو بیا خو به دوی مجبور وي چې په زور باندې وځي. نو ښه دا ده چې د سولې له لارې وځي او د دې دپاره یو کانفرانس را روان ده په راتلونکي ډسمبر کې په روسیه کې جوړیږي چې په چین، پاکستان او روسیان به هلته پکې ګډون لري او د افغانستان په مسایلو به خبرې کوي او په بل کال کې به همدغه کانفرانس ته هند او ایران هم وربولي چې دا هم د منطقې یعنی شما میگین که قضیه صلح افغانستان بیشتر روشن میشه و یا هم با دخالت روسیه و تداخل برخی از کشورهای دیگر مغلق میشه؟ زه فکر کوم که د امریکا اوسنی ولسمشر چې نوی برازی په جنوري کې ترامپ
په خپل وعده باندې وفا وکي او د افغانستان پاره باندې په خپل نظر باندې پاتسي د زمش په ګټه د مرج اصول ته رسیدلای سو. او روسان هم علاقه لري، چین هم علاقه لري، چین زکه علاقه لري چې جن غواړي ګوادر پالسي او ګوادر به هلته پالسي چې په افغانستان کې امنیت راشي. اما فکر نه میکنید چې بس صلح نه، چې بس روی امریکا او روسیه د خدای دی پاره خو په افغانستان کې د سولې نه غواړي، د خپل ګټو دی پاره غواړي. دلته په افغانستان کې د نامنی لامل د ناتو ګټې متضرر شوی دی، د امریکا ګټې متضرر شوی دی، او تر ډیره د چین ګټې متضرر دی په سیمه کې. او چین یو پروژه لري چې ریجنل بیلډینګ یا کوم ورته چې هغه د ابریشم نه ډیره لوړه ده، هغه غواړي چې د افغانستان او د منځنۍ اسیا د لارې اروپا ته لاره پیدا کړي. هغوی اقتصادي ګټې دلته لري. روسان ویره لري که چیرته جګړه دوام پیدا کړي، نورې وسلوالې ډلې په سیمه کې پیدا کیږي، نو دوی ته به تر همیشه تهدید وي او امریکایان به دلته په سیمه کې حضور ولري. هغه ګټې دي چې دی د خپلو ځانونو دفاع لري، خو زموږ ګټه په کیسه ده. زموږ ګټه خدا ده چې له جنگ نه وځو. یعنی میگین که ما به از جنگ میبرایم با این برنامه؟ زه بیا وایم که چیرته ترامپ په خپلو وعدو باندې 100% نه 50% نه 10% وفا وکړي او روسان په دې نتیجه رسیدلی وي چې په افغانستان کې یو طرفه نظام نه چلیږي، هغه چې دوی مخکې پرې سرمایه ګذاري کړې وه، د استاد ربانی له وخته، د ببرک له وخته بیا تر اوسه پورې. او پاکستان هم د ګوادر مسله ورته مهمه ده. یوازې مسله د هند پاتې کیږي چې هغه لا هم په دې قنعت نه دی رسیدلی چې طالبانو سره دوی کیدلای سي معامله وکړي یا جوړجاړی وکړي. زه فکر کوم چې چین، روسیا او ایران به هم هڅه وکړي چې هندوان هم دې ته راضي کړي، او بالاخره به امریکایان هم یو ورځ په همدغه مسله باندې پوهیږي چې په افغانستان کې یو لاسپوسی نظام د چلش وړ نه ده. یو دغسې نظام باید راسي چې په هغه کې طالب هم وي، پخوانی مجاهد هم وي، پخوانی کمونیست هم وي، روشن فکر هم پکې، او ټول افغانان پکې شمول ولري، او یو متوازن افغان شموله نظام جوړ سي. تشکر آقای سروری. آنچه را که آقای مطمئن به عنوان خوشبینی مطرح کرد، بحث پادرازی روسیه در حمایت از طالب و اصلا شما گفتین که سال 2005 چنین اقدامات را روسها انجام میداد، اما اکنون با این همه روشنی و الفاظ سری مسئله صلح و جنگ در افغانستان یک طرفه میکنه و یا هم بیشتر ما را درگیر یک بازی دیگر میسازه؟ خب ما امیدوار هستیم که هر روز که میگذره فضا به نفع مردم افغانستان باشه و مردم از حالت بیرون شوه. اما باور ما بازی است که نه، به هر پیمانه ای که قدرت های بزرگ وارد یک تنش جدید میشن، عمق فاجعه را بیشتر میسازه و احتمالاً اوضاع در افغانستان برای یک مدت طولانی ناامن میماند. چرا قطع نظری که ما خواهان صلح باشیم، ما خواهان یک سلسله منافع و استراتژی های بسیار راهبردی هستیم و او دلیل احتمال این اوضاع خیلی طولانی باقی میماند. و نه، ما شخصا با طرح صلحی که ایالات متحده آمریکا و مجامع بین المللی در افغانستان داره و طرح صلحی را که شورای منطقه‌ای مطرح کردن، ما خوشبین نیستم. ما به باور هستم که این اعمال صادقانه نیست و اینا همش طرح پروژه و برنامه‌هایی است که اوضاع را بیشتر از بیشتر افغانستان جدی‌تر می‌سازد.